شبی که خاک عزیزم را به دست باد سحر دادم، کجاوه دل لرزان را به تند باد سفر دادم، شبی که پیر مرادم را ز پشت اشک نظر کردم، ز کوی کودکیم تنها غریب وار گذر کردم، همان شبی که دلم ترسان به یاد ساقی ترسا بود، همان که با می خلارش رفیق گریه ماها بود، شبی که کشورم ایران را به روی نیل رها کردم، چنان که مادر موسایم رها به دست خدا کردم، شبی که خانه به دوشان را حریف هم سخنی آمد، برای رهرو تبعیدی رفیق همچو منی آمد، همان شبی که مرا مادر ز پشت اشک تماشا کرد، برای توشه راه من دعای خیر مهیا کرد، شبی که یاد رفیقان را به صبحگاه اوین بردند، شکوفه های غزل بر لب به قهر و خشم و بکین مردند، دلم شکسته تر از آن شب هنوز در پی دیدار است، پرنده در قفس زرین پرنده نیست گرفتار است. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 26 ماه می، 5 خرداد ماه، بهتون سلام میکنه. این شعر رو خوندم، تنی چند از رفقای آن سالها خواسته بودن، به یاد ساقی ترسامون، به یاد ماناوازها، به یاد خاچاتورها، به یاد کافه چارلی، به یاد کافه های مختلف دیگه، حالا اسمشو دوره نادریب گرفته تو بقیه، جان و جوانی در آن گذاشتیم. داشتم برنامه روز جمعه، داشتم برنامه دوست نازنینم علیرضا میبودی رو میدیدم، ازش خواهش کردم این سلسله برنامه‌ای که با دکتر نوری علا داشت خیلی مورد توجه قرار گرفت، گفتم یه بار دیگه اینا رو از نو بذاریم در فاصله، یعنی دو تا برنامه جدید، یه دونه از اونا، برای اینکه علیرضا دوباره این فقط خاطره از تشکیل کانون نویسندگان رو نمیدونم مرگ آل احمد و غیره و غیره نیست، این بخشی از تاریخ دو نسله که ما با هم بودیم در کنار هم دیگه، و این در واقع بسیار گفتگوی جالبی است به نظر من، که از بهترین گفتگوهایی است که ما تا کنون در ایران فردا داشتیم، شاید در جای دیگه هم همینطور، این گفتگو عمق داره، و دکتر نوریالا همان پیام فعالی است که کانون نویسندگان و چراغش به حضور او روشن بود، واقعا روز و شب تلاش میکرد، هیچ وقت یادم نمیره، ماها جوانا دیگه دنبالشون بودیم دیگه، من عضو کانون نویسندگان شدم 19 سالم بود، جوانترین عضو بودم، من و محمد رضا فشاهی بودیم و احمد اللهی علی خدا بیامرزدش، که حالا این خاطراتی که در آوردن ازش تفلک، بعد بهروز رضوی بود که همون روز در اونجا عاشق شد، در زیرزمین تالار قندریز، تالار ایران عاشق شد، و دوستان دیگری هم بودن از جوانهای نسل ما، و تا پایان هم ما بودیم، تا اون آخرش، و اون جلسه‌ای که تو مدرسه بهازین بود چه جلسه‌ای بود، عجیب بود، زنده یاد نادرپور چه جوابی داد به دوستان چپی که توده‌ای می‌زدند و صحبت از رنجبران و کارگران و انقلابیگری می‌زدند، نادرپور بلند شد گفت من محافظه‌کاری این چنانی را به هزار انقلابی آن چنانی ترجیح می‌دهم. سپانلو هم همینطور، سپانلوی عزیز که آرزو میکنم سلامت و شاد و سرشار از شعر همچنان، واقعا با ظهور جمهوری ولایت فقیه به نوعی شعرم مرده، اگر چیزی هست فقط از همون چه آتش فشانهاییست که هنوز خاموش نشدن، هنوزم احمد رضا زیبا شعر میگه، هنوزم سپانلو زیبا شعر میگه، هنوزم علی باباچایی شعر قشنگ میگه، هنوزم منصور اوجی شعر خوب میگه،
پرویز خائفی هنوز غزلاش تکه، ممدلی بهمنی عالی غزل میگه، محمد علی و چی بگم، از کدومشون دیگه بگم، همشون خوبن. ابوالقاسم ایرانی دوست نازنینم که کتاب تازه در بود. امروز یه دو سه تا خبر کوچک میرم، بعد میخوایم با هم یه سفر بریم، سفر بسیار مهم. من سینما رو خیلی دوست دارم، خودتونم میدونی، سینما، ورزش، ورزش کشتی، فوتبال، اینا به هر حال در کنار شعر و ادبیات و فرهنگ و تلویزیون و اینا غیره، سینما برای من فوق‌العاده جایگاه ویژه‌ای داره و خیلی خوشحالم پسرم نیما کارگردان موفقی شده در عرصه سینما. فیلم دومش American Ultra دیگه اواسط فیلم برداری داره میره جلو و انشالله یک فیلم خوب خواهد شد مثل فیلم قبلیش. ما در انگلستان توی هفته گذشته انتخابات داشتیم، انتخابات پارلمان اروپا و انجمنهای محلی. تغییرات زیادی نشد، حزب کارگر که خیلی به خودش امیدوار بود غیر از یکی دو جا نتونست موفقیت فوق‌العاده داشته باشه. کانسرواتیوها یا محافظه‌کاران بیشتر کانسیل‌هایی رو که داشتن حفظ کردن. آقای کامرون میرود که رأی بدهد و حالا ایشون که البته آقای کامرون نیست ولی معاونشون، ولی در هر حال میخوام بگم که چیز بود، انتخابات پرشوری بود، مردم شرکت کردن. حزبی که دست راستی اومده، حزب یوکی و معتقده باید خارجی ها ریخ بیرون، حتی با اروپایی ها بیرحمه، چند جا موفقیت های چشمگیری داشت. داستان لوپن و دخترش در اینجا هم داره به نوعی تکرار میشه. و بعد حضورتو عرض بکنم که اتفاق بدی که در هرات افتاد در پایان هفته گذشته که ما دیگه برنامه‌مون رو اجرا کرده بودیم، موضوع انفجار در سفارت هند بود در افغانستان، در کابل. این جانورای وحشی طالبان، هند یک کشوری که در کنار افغانستان بوده برخلاف پاکستان که مرتب توطئه کرده علیه افغانستان، هندی ها همیشه دوست افغانستان بودن و روابط ویژه هم داشتن. در افغانستان هم عده هندو و سیک افغانی زندگی میکنن. همینجا ما یکشون هست در محله ما، سیگار و شکلات و اینا میفروشه و با هم گپ زدیم، معلوم شد از سیکای افغانستان. خب در جاهای مختلف هم باید اشاره بکنم این چیزایی که من یادداشت کردم. مسئله حملات با آقای علی یونسی شدت گرفته به خاطر حرفایی که زده، به خاطر عشقش به پرچم ایران گفته اگر بود شیر و خورشید رو بر میگردون و خب معلومه که تنگ نظرها به او حمله میکنه. یه نگاهی بکنیم به این اشارهی که به یونسی کردم. بله، اظهارات تأمل برانگیز شیر و خورشیدی ایشون رو تو هفته پیش براتون پخش کردیم. این هفته ایشون شمشیر رو از رو بستن واسه همکارای ما در رسانه ملی و از جانب رئیس جمهور صحبت کردن در انتقاد از صدا و سیما. حاج آقا ما فکر کنیم این دیالوگ رضا کیانیان رو که دو هفته پیش براتون پخش کردیم یه بار دیگه باید براتون پخش کنیم که با دل آروم همچی گوش کنید. میخوام خبری بدم مربی. میدونی قهرمان بازیت الان رو آنتنه؟ میدونی سی این این و بی بی سی هر دوتشون تو بوخ کردن؟ اگه ما بخوام به ساز شما برقصیم امنیتی من بکنم یعنی کس؟ حاج آقا ما از این مرد هزار چهره، ببخشید آقای زیبا کلام، توقعی نداریم که علیه صدا و سیما بد نگن، اما از شما که مشاور ارشد رئیس جمهور هستید واقعا بیشتر از اینا انتظار داریم. گفت خدا رو شکر همه امورمون ختم به خیر شد الا این ماه قرمز، اونم یه خوابایی براش دیدن گویا. آقای یونسی دستیار گفتن اگه به من بود این هلال احمر رو می آوردم پایین، همون علامت شیر و خورشید رو علمش می کردم. هیچم طاغوتی نیست و از این حرفا. ممنون که برخی حرفهای ته دلتون رو می گید، اما بی زحمت فهرستی از اون کارهایی که اگه به شما بود انجام می دادید رو محض اطلاع عموم منتشر کنید تا زودتر تهش رو بخونیم، خودمون رو آماده کنیم برای روز مبادا. آقای آره، از اون کارهایی که کردیم بود، وزارت آدم کشان اطلاعات رو سکت آدمش بکنه، جواد آزاده رو بندازه بیرون، سکت آدم کشایی که قطعای زنجیره کردن ببره محاکمه کنه. اما به دستور ولی فقیه رفتن تو اطلاعات سپاه،
بعدم برگشتن تو وزارت اطلاعات، آقای یونسی رفت بیرون. به همین دلیل هم ولی فقیه مخالفت کرد که او وزیر بشه، چون در مملکت ما هر آدمی که ذره‌ای وجدان داشته باشه نباید کار بهش بدن، مثل بی وجدانای صدا و سیما باید باشن تا بهشون کار بدن. مردک مسخره میکنه که یه نفر گفته شیر و خورشید برگرد جای هلال احمر، که ما اون جایگاهی رو که در صلیب سرخ جهانی داشتیم پیدا کنیم. باز براتون گفتم یگانه کشوری بودیم که در کنار هلال احمر و که متعلق به کشورهای اسلامی و عرب بود و همینطور صلیب سرخ که مال کشورهای مسیحی بود، ما شیر و خورشید داشتیم. کشتن اسرائیلی ها خودشون، ستاره داوود بره اونجا نرفت، ولی ما داشتیم. و این انسانهای لایشعر و بیشعور اون علامت رو عوض کردن که ما هم بریم زیر چتر هلال احمری ها. و این نادان در صدا و سیمای حاج عزت نمیتونه اینو درک بکنه. به هر حال آقای یونسی باید خوشحال باشه، چون اگر بهش حمله نمیکردن اون وقت یک اشکالی کارش داشت و این بسیار بد بود. حضورتون عرض کنم آقای پرنس چارلز ولیعت انگلیس هم یه سخنانی کرده، فکر می‌کنم تو کانادا، و در اونجا تشبیه کرده کار پوتین رو در اشغال کریمه، شبه جزیره کریمه، به کار هیتلر که رفته و لهستان چکسلواکی رو گرفته، و گفته در برابر او باید ایستاد، این کار فاشیستیه. آقای پوتین به تریش قباش برخورده، سفیر آقای پوتین در لندن از وزارت خارجه توضیح خواسته. خوشم اومد دبیر کل حزب کارگر گفت آقا خیلی هم حق داره، ولیعت بریتانیا حق داره نظر شخصی خودشو بگه. That's good. هر انسانی حق داره نظرشو بگه. باریکالله خیلی هم خوشحالم. آقای پوتین فعلا بره رقص و پایکوبی بپا کنه که 5-6 تا دوباره داره از این نیروگاه های قلابی درجه 8 چرنوبلی رو به جمهوری ولایت فقیه میفروشد، به جمهوری که ذره‌ای در اندیشه مردم و محیط زیست نیست. در اون کشوری که فضاش آلوده است، چرنوبل جدید هم میارن و نیروگاه چرنوبلی براش بکارن. چقدر این رژیم نادانه. الان که براش فرصت هست با اروپا گاز بفروشه جای گاز روسیه، روسا نمیذارن دیگه، نمیخوان ایران رابطش خوب بشه، چون روسا بر افکار ولی فقیه مسلطن، تمام نوکرای خودشونو به عنوان مشاور در کنار او چیدن. این فرماندهان سپاه که رفتن روسیه دوره دیدن، اینا کی هستن؟ شما فکر میکنی اینا عاشق ایرانن؟ ابداً ابداً. همه گندکاری ها رو تو روسیه کردن، که KGB پرونده های گنده درست کرده، اگرم نوکر تسلیم نباشن نوکر به اجبارن. و آقای خامنه ای دور خودشو پر کرده که تعداد قرصایی هم که ایشون در روز تناول می‌فرمایند به روسا خبر بده. اسباب تأسف بنده است. گمان نمی‌کردم که آقای خامنه‌ای خودش آخر عمری آلت دست نوکرای مسکو بکنه، ولی متأسفانه کرد. و همین هم است که وقتی میاد آقای پوتین در چشمانش نور مسیح رو می‌بینن، ایشون هم در چشمان آقای خامنه‌ای نور قدیسین رو می‌بینن. اسباب تأسف. اما بهتون گفتم یه سفر میخوایم با هم بریم. کجا میخوایم سفر بریم؟ حالا تایلند که نمیریم، کودتا شده و کرفیو هست و حکومت نظامی از ساعت 10 شب تا 5 صبح و خلاصه نمیشه رفت. بریم فرانسه، اونم نه فرانسه فقط، آدم بره فستیوال کان، بره به شهر کان، یکی از شهرهای زیبای دنیا، شهری که خواب نداره، همین جوری جنب و جوش و حالا غیر فستیوال کان در تابستونم پولدارای عالم در اون نیس و کان و اون ساحل اونجا آنتیپ و اینجاها جمع میشن و بسیار زیباست. ما دوستی داریم محمد عزیز، اونجا یک آپارتمان خیلی قشنگی داره که ما یه بار رفتیم، چقدر زیبا بود، منظره دریا و یه مقدار جنگل، اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. و اما محمد رضا شاهی همکار، دوست عزیز قدیم و ندیم ما، که میدونم وقتی شعر میخوندم و صحبت از ترسای پیر پیرهن چرکین میکردم، او هم به یاد میآورد اون ترسای پیر پیرهن چرکین بود که ما همجور سر تا سر تهران داشتیم، از جاده پهلوی، جاده قدیم، میرفتیم پایین تا میدون راهن، همه جا این ترسای پیرهن چرکین
وجود داشت و بود. یادش بخیر. سلام محمد رضای عزیزم. سلام آقای نوری‌زاده. خوبی؟ خیلی ممنون. این آقای محمد رو شما آدرسشو به من ندادید که هم اسم هستیم و آپارتمانی در کن داره ایشون. و ایشون دوست من و آقای بزرگزاده است. دوست عزیز خانوادگی و خب حالا حتما خصوصی بهتون میگم که هر آقای نوری‌زاده خیلی عذر میخوام. الان فرمودید شهر کان، ما ایرانی ها عادت داریم به شهر کن بگوییم کان، ولی بله میدونم کنه بنده، اما ایرانیشو گفتم. نه بله در... یک شهری هم واقعا به نام کان داریم. اتفاقا امسال ششم ژوئن به خاطر 70 سال ورود متفقین به فرانسه که آقای پوتین هم خواهد اومد، کان اولین جایی بود که قوای متفقین اونجا رو بمباران کردن و از اونجا حمله متفقین شروع شد برای شکست به قوای آلمان ها و شهریست به نام کان و شهر کن در فاصله 1000 کیلومتری اگر این دوتا رو درست تلفظ نکنیم تشابه بین بله. شمال و جنوب. البته درست حرف شما کاملا کن، ولی فستیوال کان همینجوری توی ماها مصطلح شده و مثل خیلی اسمایی دیگه، ولی درست البته حتی نوشتنشون با هم دیگه فرق میکنه. بنابراین کاملا حرف شما درسته. کنگردی آقای شاهید طبیعتاً، چون شاهید فارغ از سیاست که مثل ایشون بندرم از اصلمون دور کرده و هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، انسانی که اون ذره‌ای که بوده در فضای هنر و فرهنگ و موسیقی رشد کرده، آوای سیاست براش خیلی سنگینه، ولی خب ناچاره، به هر حال کارش حرفشه. ولی محمد رضا همینجور، محمد رضا موسیقی کلاسیک شروع کرده و یادم نمیره تو رادیو صفی زیر بغلش بودو بودو کجا آها برم الان برنامه‌ام دیر شد و بره و اوپوس 25 سمفونی شماره 5 رو میدونم اینا رو پخش بکنه و وقتی که هنوز خیلی حالا ادعا خیلی ها میکنن، ولی اصلا نمیدونستم فرق مثلا اوپرا با سونات چیه. ایشون میشست و پوچینی پخش میکرد و توضیح میداد و تفسیر میکرد. بنابراین من میدونم این که به کن رفته سر تا پا نمیشناخته، دوربینم دستش، همین جوری هم آدمایی رو میده که دوستشون داره. اول به من بگو کیا رو دیدی؟ وقتی بگم که 4500 خبرنگار آمده بود به کن و میدونید که این ساختمان بزرگی که میبینید سالن‌های مختلف با سیانس‌های مختلف مثل یک مجتمع میمونه به اضافه کنفرانس‌ها، و من چون از قبل به خاطر محدودیت کار همکاران و محدودیت برنامه خودم از قبل همه جا پیشبینی کرده بودیم، واقعا بغیر از همکاران که حالا گزارشاتشون رو در زیر آسمان پاریس دیدید در روز شنبه، فرد خاصی رو ندیدم. البته میدونستم مثلا خانم حاتمی اونجا هستن ولی ایشون نمیشد دیدشون، بسیار گرفتار بودن. هنوز تا موقعی که من کن رو ترک کرده بودم آقای کیارستمی نیامده بود، ولی خب در پاریس هر از گاهی اومدن، شانس اینو داشتم که ببینم. آخه مشکلشون هم یه مشکلم اینه محمد رضای عزیزم، اسم تلویزیون ما از ایران فردا و مارک ماها روش خورده، بنابراین تفلکا اگرم خیلی دلشون بخواد و محبتم دارن، اغلب هم از دوستان قدیم هستن، ولی باید فکر بازگشت رو بکنن. الان این جنجال و اطواری که سر لیلای عزیز در آوردن واقعا آدم شرم میکنه دیگه. از این محتشمتر آدم چگونه در یک مجمع جهانی ظاهر بشه؟ لباس زیبا و محتشم نشان دهنده خانومی شخصیت، و بعد اینا بیان اون بساط رو را بندازن، یه مش زینب و کلثوم تو خیابون را بندازن که اینا خواستار شلاق زدن بهشون بشن و معاون وزارت ارشاد بگه ایشون تخطی کرده از قوانین اسلامی و غیره، و بعد امام جمعه موقت تهران بیاد سخنرانی سر بده که بله آقا اینا چیه این لباسا و این خانوما و غیره، و اینا واقعا آزاردهنده است. ولی من مطمئنم شما در کن دیدید که جایگاه خانم لیلا حاتمی کجاست و چگونه در جمع هیئت داوران از احترام ویژه‌ای برخورداره، و اون روبوسی هم که واقعا جیکوب کردن اونم دلیل بر
این بود که این رسم فرانسوی ها رسمشونه، بسیاری از اروپایی ها که بانوان با مردان روبوسی میکنن، هیچ کدوم هم در اندیشه آلوده اهالی ولایت فقیه نیستن. اصلا میدونید آقای نوری‌زاده، مثلا در همین روسیه که صحبتش بود، تا همین چندی پیش سنت این بود که مردان وقتی همدیگر رو میدیدن روی لب سلام و خداحافظی های آقای برژنف اگر به یاد بیارید، دو مرد روی لب همدیگر رو میبوسیدن. اتفاقا در مورد این مسئله ادب در جنوب فرانسه، البته این مثال من قدیم هم شنیده بودم، میگویند که همونقدر بی‌ادبی است که شما در داخل شهر با مایو را برید، حتی مرد، که برای مثال کنار دریا اسموکینگ و کراوات و پاپیون. در نتیجه آداب و سنت هر منطقه، هر ملیتی، خانم حاتمی آبرودار فرهنگ ایران بودند، برای اینکه به میزبان جواب دادن. کما اینکه در خیلی جاها من مطمئنم اگر خانم حاتمی به عربستان برود حتما حجاب اسلامی خواهد داشت، با کسی هم دست نخواهد داد. ولی وقتی مدیر جشنواره به داور بخش مسابقه صورتش رو میاره جلو، خانم حاتمی که نمیتونه صورتش رو ببره عقب. همین هفته پیش شما گفتید که بعضی ها به خاطر تلویزیون ایران فردا، کامران شیردل و چندین عکاس دیگر آمدن سخنرانی در روزی که سه نشست مختلف هست، تئاتری هست از خانم سارا درغانی، نمایشگاه آقای درمبخش، در یک موزه در محدودیت گزارش میگذارند سخنرانی، ولی اجازه نمیدن تلویزیون ها فیلم برداری کنند. باز در مورد همین جشنواره کن، میدونید که دو مهمونی پرخرج و مفصل انجام گرفت ترکیه و جمهوری اسلامی ایران. چنین مخارجی برای چنین میهمانانی اصلا احتیاج نیست، اونا احتیاجی به این نوشابه. شنیدم آقای شاهد، شنیدم مهمانی سفارت ایران اصلا یه چیز هزار و یک شب بوده، یعنی یه چیز بله. اصلا باور نکردنی بود در نظر انواع غذاهای فاخری که در اون بیچاره محمد رضا شاه، بیچاره سفیر ایران زمان شاه، آدم واقعا اینا رو که میبینه، اردشیر زاهدی چه خرجایی چیکار میکرد، آبرو ایران حفظ میکرد. کاظمی، مرحوم باقر کاظمی، میگه در سفارت مهمانی گرفتم، معاون رئیس جمهور امریکا اومد تو امریکا سال 1920 18 یا کمتر 1304 5، میگه اونجا مهمانی گرفتم، اینا از لذت بردن از طعم غذاها، زیبایی غذاها و مدلی که آشپزا چیده بودن و خانم بنده نظارت میکرد. حالا اینا میان، بله زمان طاغوت آقای زاهدی خرج میکرد سفرای ایران و خودشون در مهمانی فستیوال کان که نماینده ایران رو در اونجا در ایران میخوان شلاق بزنن، این فریبکاری و تظاهر آدم به کی بره بگه. بعد ما اون غذاهای آخری خاویار و غذاهای گران قیمت و ماهیای بسیار گران قیمت از مهمانانشون پذیرایی میکنن. ولی آقای نوری‌زاده، یک اتفاق جالبی رو هم که دیدم، اتفاقا به آقای حقیقت و بعضی از هموطنان میگفتم، سنت طبیعی تمام محافل بین المللی است که پرچم ها رو کنار هم بگذارن، در مورد ایران و اسرائیل به ترتیب حروف الفبا گذاشته بودن، اسرائیل به خاطر داشتن فیلم، ایران به خاطر دو شخصیت عالی قدر. در نتیجه پرچم ایران و اسرائیل کنار هم بود و باور بکنید اگر کنجکاوی چند نفری از ما نبود، کسی اصلا متوجه نمیشد. یعنی این مسئله خانم حاتمی و سلام مؤدبانه ای که ایشون پاسخ دادن و حرمت بیشتری برای جمهوری اسلامی که نه ولی برای ایران به وجود آوردند، من فکر میکنم اون مسئله پرچم شاید خیلی جالبتر میتونست باشه اگر نگاه انتقاد داشتن. البته میبینید که روی توییتر و فیسبوک نوعی ادبیات جدیدی به دست صاحب سیاست مداران افتاده که عجیبه، در این یک مورد ساکتن ولی در مورد مسائل دیگر هرچی دلشون بخواد. همطور که میدونید یک هفته موضوع بود برای حمله به خانومی که جز احترام و احترام برانگیزی کار دومی در این مدت انجام نداد. حقا همینجوره. درود به روان علی حاتمی عزیز و درود به خانم لیلا حاتمی، مادر این خانم خوشکام. بله بله، خانم زهرا حاتمی که مادر لیلاست. و بعد نکته دیگری که بر من جالب بود، توی نقدایی که من میخوندم
روی فیلم از موریتانیا بسیار بخش شده بود. اگه درنگ کوتاهی بکنیم، یک ترانه تصویر محمد رضای عزیزم برام فرستاده از کن که اونو با هم میبینیم، برمیگردیم و صحبتمون راجع به خود فستیوال فیلم ها و انتخابات پارلمان اروپا با هم ادامه خواهیم داد. Solo por tu amor, hasta el cielo llegaría. Solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu amor, las estrellas me traería. Solo por tu amor, en la soledad. Pensamiento me siento enloquecer si no estás aquí en la oscuridad veo tus ojos cerca cerca de mí. قشنگه این کن آقای شاهد عزیزم، تو هر جا که آدم نگاه میکنه جنوب فرانسه زیباست. یک آدم از این آسمون جلها، اینجا هم ما داریم زیر پل چرینگ کراس هستن و جاهای مختلف بی خانمان ها. یکی اونجا دیدم رد میشد از خیابون، دیدم نه قیافه اون فرق داره با مال اینای دیگه، همه چیشون. یه چه جالب مصاحبه ای داشت پخش میکرد ناجل فاراج، رهبر همین حزب یوکیپ، یوکی ایندیپندنت پارتی، حزب استقلال که دست راستی مثل تشکیلاتی که شما در اونجا دارید، لوپن و دختر لوپن و این خب آرزوش اینه که از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، جلو مهاجرت رو بگیره. اینا هرچی دولت اینجا میگه آقا تعداد اروپاییه که اومدن اینجا کار بکنن با تعدادی که خارج شدن یر به یره تقریبا، حالا حتی خودم کمتره. اینقدر نگران نباش که فکر میکنی الان حتما اینجا تسخیر میگه، نه خیر، اینجا تسخیرشون خواهد شد. و الان نگاه 400 میلیون اروپایی میان اینجا، میگه آها این حرفا چیه داری میزنی. ولی متاسفانه میخوام بهت بگم در گوش مردم اثر خوشی داره، برای اینکه بریتانیایی از خونش میاد بیرون که با بچهش با کالسکه بچهش بره،
یه طرف نگاه میکنی 6 تا سومالیایی هن، اون طرف 4 تا آسیایی هن، اون طرف 5 تا عرب هن، اون طرف، یعنی یه حالتی در اینجا شده بریتانیایی خودشو گم کرده. درست جامعه جهانی است و باید مرزها از بین بره و غیره، ولی خود اینا هم به خصوص با رفتار پیروان اسلام ناب انقلابی محمدی که واقعا اسباب خجالت ماست و خود بنده وقتی میرم واقعا خجالت میشم وقتی با من سوال میشه. همین انتخابات که رفتیم رأی بدیم، اون خانومی که اونجا نشسته پرسید که اوریجینالیتی شما کجاست، مال کجا، این گفتم ایران، گفت ها ایران از دیفرنت، یعنی معلوم بود، گفت ایران از دیفرنت، یعنی داشت پیش خودش حساب میکرد ایرونی ها مختلفن، برای اینکه ما اینتگریت شدیم تو جامعه، رفتیم لباس و وضع و قیافمون متفاوت نیست. خدا پدر اون پدر و پسر رو بیامرزه که کلا نمدی رو از سر ما برداشتن، قبا رو در آوردن، کچرو و کروات تنمون کردن و بانوان ما هم خب فرق کردن. آقای کامرون هم به اتفاق بانوشون الان میبینید دارن میرن رأی میدن. اون اول من یه لحظه فکرم کامرون بود ولی خب نبود. ایشون هم که آقای فراج نگاه میکنید خیلی به خودش میباله که بله من حزبم کلی صندلی به دست آورد. جالب اینجا آقای شاهید تمام اون انجمنهای محلی که کانسرواتیوا اکثریت دارن و ریاستشو دارن، این مالیات خانه بسیار پایین تر از اونجایی که لیبرا هستن، چون اینا تمام تلاششون اینه که سطح مالیات رو برای خانه‌دارها پایین نگه دارن. اون طرف لیبرا میخوان پول بیشتری از خانه‌دارا بگیرن برای بی خانمانا خونه تهیه کنن، اما عملا این کار رو نمی کنن و پرونده های فساد غیره زیاد بوده. تو انتخابات اخیر که کردن کانسرواتیوها اون کانسیلا یا شوراهای اصلی رو نگه داشتن، بعضی جوار هم از دست دادن. لیبرا منتها تک امتیازی زیاد بودن، تو خیلی از این شوراها دو تا کرسی داشتن، 6 تا دیگه مثلا در وانزورس که به قول یه وقت تاچر میگفت که نگین تاج امپراتوری تاچره، برای اینکه خب کانسرواتیو بوده و مونده، ولی اونجا 6 تا کرسی بیشتر لیبرا به دست آوردن. همینطور جاهای مختلف یا لیبرال دموکرات ها خیلی از دست دادن. حالا من قبل از اینکه برگردیم به کن یه سوال از شما دارم، وضع انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه چجوری بود تا این لحظه ای که شما دنبال کردید؟ البته میدونید که دیر وقت یک شنبه شب نتایج رو گفتن و انتظاری هم جزئی نبود، به این دلیل که اگر یادتون باشه آقای لیونل جوسپن که زمانی رقیب ریاست جمهوری شده بود با آقای شیراک و فرد سوسیالیست، او گفت که ما ظرفیت و گنجایش پذیرایی از فقر جهان رو نداریم، یک سوسیالیست میگفت. در نتیجه مسئله انسان دوستی یک طرف، کشتی که در میانه اقیانوس هم هست ظرفیتش یک طرف، مثل یک هواپیما نمیتواند بیشتر از امکان تکنیکی و اقتصادی و ارقام آمار کسانی رو بپذیره یا کارهای دیگری رو که مایل هست حتی انجام بده انجام بده. در نتیجه انتخابات در چنین انتخاباتی مثل پارلمان اروپا که خود پارلمان اروپا برای خیلی از فرانسوی‌ها زیر سوال رفته، ایده حتی زمزمه این رو میکنن که باید اومد بیرون، به این دلیلی که کشورهای فقیرتری اومدن با قوانین متفاوت و در نتیجه زحمات ما که برای کشور خودمون کشیده بودیم حالا سودش به اونها میره و زیان اونها به ما میاد. ولی اصولا انتخابات در فرانسه و فکر میکنم همینطور در بریتانیا راه حل نهایی نیست، یک وسیله است و این وسیله میخواهد که به یک جا برسه. بعضیا انتخابات رو با نتیجه کار برابری میکنن، کمان که در سال 1357 هم آنچه که دیگران برتری خواستند و بیشتر خواستند و رأی آری و نهی رو هم ظاهرن دادن، برای تغییر باور کرده بودند که حاصل خواهد داشت. هیچ انتخاباتی حتی ریاست جمهوری عملا پاسخگوی نارضایتی ها نخواهد بود که انتخاب دیروز در پارلمان اروپا و همونطور که میبینید افزایش حزب‌های افراطی بتونه راه حل بده، به این دلیل که آنچه را که حدوداً 30 سال پیش زمزمه‌هاش با مدرک در کنفرانس‌های دانشگاهی گفته می‌شد
اتفاق افتاده. اجازه بدید، میدونید یک خانم ایرانی هست به نام سارا درغانی، این دختر خانم ایرانی وقتی اومد به فرانسه یک جمله فرانسه صحبت نمی‌کرد. 30 سال پیش اومد. الان در تلویزیون دولتی فرانسه هفته سه بار 3 دقیقه برنامه داره و خیلی‌ها نمی‌دونن ایرانیه، با اینکه میگوید همه جا درغانی، اسمش سارا. در نتیجه می‌بینید که در فرانسه حالا از پزشکان و وکلا و شغل‌های تخصصی می‌گذرم، حتی در کار هنری، در کار غیر هنری در به روی هیچ استعدادی بسته نیست، اما کسی بیاد حقوق بیکاری و حق بیماری رو بگیره و بعد ببره کشور خودش خرج بکنه، در بین هموطنانمون هستن کسایی که اینجا ماهانه 600 یورو در حالی که ایران حقوق یک کارگر حتی 100 یورو هم نمیشه، میان اینجا میگیرن و بعد میبرن تو ایران، خیلی هم راحت زندگی میکنن و جالبه که اونها جامعه اروپا رو بیشتر انتقاد میکنن. بله، و بعد میگه پول نفتمونه. من سوال میکنم پول نفت چیه؟ تو جوونه مثلا 30 ساله 25 ساله پول نفت چی تو داری میگیری؟ تو که اصلا به دنیا نیومدی زمانی که نه اینا حق نفت ماست دارن به ما میدن، به ما دارن میدن. اون وقت انواع و اقسام کلکارم میزنن. حالا چه داستانا داره در این زمینه که یه نیجریه‌ای رو اینجا گرفتن آقای شاهید. این آدم 54 تا خونه دولتی داشت و به نام 54 نفر از دولت پول میگرفت. یک میلیونر، یه آقای ایرانی رم که داستانشو من گفتم اینم بگم، حالا با هم داریم گپ غیر سیاسی نسبتا میزنیم. یه آقای ایرانی سالها میرفت کلیم میکرد و پول میگرفت. یه روزی یک کارمند شهرداری که با ایشون چندین نوبت برخورد کرده بود سر پولی که برای اجاره میگرفت، یه مبلغ بالایی مثل 1500 پوند و پولی که برای تو جیبی میگرفت و حق علیل بودن، اینو توی شاپینگ سنتر میبینه که دو تا بسته گوچی دستشو همش داره میره توی بوتیک‌ها و چیز میخره، یک لباس شیکی هم تنشه، این کنجکاو میشه دنباله میره، میبینه اومد سوار یه بنز اسپورت شد، یادداشت میکنه شماره ماشینو. و بعد درباره این آقا تحقیق کردن، معلوم شد ایشون 4 تا اتومبیل تو خونه‌اش داشت از جمله یه رولز رویس و 3-4 تا خونه داشت، یکیش در همستد 4 میلیون پوند میارزید. و علارغم این اون وقت بعدم اومده گفت از همسرش جدا شده که دو تا خونه دولتی گرفته بودن، فامیلاشون از ایران اومدن اونجا میشستن و سالها از دولت انگلیس پول گرفته بود، ماشین داشت، زندگی داشت. خب این کارا زشته و پیش میاد و متاسفانه اهالی ولایت اسلام در این کارا استادن، چون میگه داره به کفار میزنه و نمیگه این مالیاتو. خیلی هم ایرانیهای بدبخت و مسلمانایی که کار میکنن دارن مالیات میدن، مثل بنده و شما همکارانمون. در هر حال برگردیم به فستیوال کن، از انتخابات بیان بیرون. خب اولا فضا رو شما چه جوری دیدی؟ یعنی به نسبت سالهای پیش فیلم ها رو که دیدی، چون به هر حال این فیلم موریتانیایی که شنیدم فوق العاده است و دلم میخواد ببینم، چه دیدی شما در کان، در فستیوال کن؟ البته همونطور که گفتم گزارش مشروعی رو در زیر آسمان پاریس تهیه کردیم، شنبه پخش شد، روی فیسبوک هم هست. بله. اما من در واقع خیلی به تماشای سینما برای سینما نرفتم، همونطور که در این فیلم هم دیدید با ترانه 3 دقیقه گشت و گذار، کن رو سعی کردم از بیرون کن ببینم. چرا؟ برای اینکه بخش مسابقه، میدونید که امسال اتفاقا به خاطر انتخابات پارلمان اروپا و همینطور مسابقات تنیس رولان گاروس یک روز از تعداد روزهای جشنواره کم کردن، جمعه شب نمایش فیلم ها تمام شد و شنبه همونطور که دیدید مراسم اعطای جوایز. ولی جشنواره کن که از سالهای دهه 60 و 70 وقتی کارگردان های ناراضی و یا جفادیده کشورهای خودشون می اومدن به کن و در اونجا، وودی آلن ابتدا در امریکا زیاد محبوبیتی نداشت، منهای بعضی از کارگردانان تفکر چپ سینمای ایتالیا، خب بقیه همه جا فیلماشون دیده میشد. غیبت سینمای ایران رو هم نمیشود به معنای بار سیاسی داد، اگرچه خانم شهلا رستمی که هر سالیشون میرن به اونجا و از طرف رادیو بین المللی فرانسه آمده بودن، ایشون معتقد بودن بخشش فر مسئله سیاسی. من
خیلی گمان ندارم، بلکه از طرف دیگر آقای حقیقت هم که خود ایشون جزو شورای انتخاب فیلم‌ها هست، خب فیلم خوب نیامده بوده. اما اجازه بدید تا یادم نرفته، خانم هستی سعدی یک فیلم کوتاه آورده، ساکن ایران، گهگام در کانادا زندگی میکنه و بسیار متین صحبت کرد و فیلمش در بخش فیلم‌های کوتاه، این استثنای سینمای ایران. ولی سینماهای دیگری که به جشنواره کن آمدن و اصولاً این باور رو باید داشت، زمان آقای کیارستمی هم میگفتن وقتی شما شخصیت داور مثل ژان مورو، شخصیت مدیر آقای ژیل ژاکوب، اگر کسی فکر بکنه که کسی میتونه به اینها دستور بده، بگه جایزه به اینا بدین، این فیلمو نمایش بدین، این فیلمو نمایش ندین، شاید نگفته ای باشه. میدونید که وقتی مرحوم هجیر داریوش در جشنواره فیلم بین المللی ایران فعال بود، که میدونیم در اونجا به هر حال دربار نفوذی داشت، به هر حال هرم سیاسی و دستورات اداری رعایت میشد، نه هجیر داریوش قابل قبول بود. چطور اون وقت در جشنواره کن کسی بتونه به هیئت داورهای بین المللی روز شنبه نزدیک 700 میلیون یورو پول جمع کردن برای بیماری خانم شارونستون اومد و جورج تراولتا؟ بسیاری این فضا فضایی نیست، این توهم توطئه دست کم تو کن من ندیدم. اما نکات جالب دیگر این بود که حوصله شرکت کنندگان از کارگردانان و بنام تا منتقدین و روزنامه نگاران در بحث‌ها و استقبالی که از جوونا می‌کردن و کافه هایی که البته داخل صف خیلی طولانی بود و خیلی از روزنامه‌نگارا وقتی به هزار یک دلیل می اومدن بیرون دیگه مایل نبودن برگردن، برای که چنان باید صفی رو انتظار می‌کشیدن که یک سیانس فیلم رو از دست می‌دادن. روز سه‌شنبه، آخرین روز سفر من، روز 19 ماه می، هوا اینقدر خوب بود، چون هم روز قبلش باران اومده هم فرداش باران بسیار بدی بود، همطوری که گفتید من دوربین رو برداشتم و گفتم کن دوم رو ببینیم نه جشنواره رو. و در یک جایی، یک هتلی هم هست اونجا، زیرش یک آقای همسن و سال من یک مغازه کوچکی داره و تمام صفحات موسیقی های فیلم رو از جهان گرد آورده اونجا. شاید در روز 3 تا صفحه هم نفروشه، من نمیدونم زندگیش رو چگونه تأمین میکنه، اما عشق و علاقه او به سینما به حدی بود که من فکر کردم این هم برای خودش یک نوع جشنواره کنه و بهش گفتم. منم توی ایران برنامه موسیقی فیلم داشتم و با هم یه مقداری صحبت کردیم و بعد چند نفر دیگر رو دیدم، بازیگرهای تئاتر، افراد مسن، اینا خودشون به شکل چارلی چاپلین یا هنرپیشه‌های مشهور درآورده بودن و عکس‌های یادگاری می‌گرفتن و یک پولی می‌گرفتن. یعنی میخوام به شما بگم که جشنواره کن 2 هفته است از 52 هفته، شهر کن 50 هفته دیگه هم زندگی میکنه و این زندگی به ما یاد میده که با همه محدودیت ها، با همه غم و حزا، حتی با یک لیوان آب مجانی میشود لحظاتی شاد بود، اگرچه خاطره های این شهر بعضی وقتا شما رو غمگین میکنه. بله، شما یه اشاره کردید به این مسئله سینمای معترض. من یادم از همون روزگار نوجوانی ما یه جایگاه ویژه‌ای برای فستیوال کن و بعد فستیوال برلین گذاشته بودیم، یعنی یه نوعی نگاه ما به این فستیوال‌ها بالا تو اون حال و هوایی که داشتیم یه نگاه متفاوت بود. مثلا میگفتن فستیوال سان فرانسیسکو یا فستیوال لندن، خب اشتیاق داشتیم بدونیم چه خبره چون به سینما علاقه داشتیم، ولی معمولا این فستیوال کن بود. همونطور که گفتید وودی آلن معترض میمد اونجا، ژان لوگودار میمد اونجا، هجیر داریوش خودمون که گفتید، فرخ غفاری، یعنی آدمایی که مال سینمای متفاوت بودن. توی همه جا که نگاه میکردی از مصر، و یوسف شاهین از مصر میومد و فیلم مش امریکایی که مال مش میمد، بله بله، چقدر زیبا بعد بود بعد از جشنواره کن در خود داخل امریکا مورد استقبال قرار گرفت. بله دقیقاً، و همین الان هم داریم نگاه که میکنیم، شما ببینید مثلا مخمل باف در واقع توی کان بود که به نوعی در عرصه بین‌المللی شناخته شد، یا سمیرا دخترش، و همینطور
سینماگران دیگه ای را. آقای کیارستمی تصور نمی‌کنم، درسته عباس کیارستمی رو ما میشناختیم، فیلماشو دیده بودیم اینا، ولی آنجا که جلوه کرد فستیوال کن بود که در واقع برای سینمای او مفهوم تازه‌ای پیدا کردن. کوروساوای ژاپنی همینطور، یعنی هر کدوم در و همون که اشاره کردم یوسف شاهین در جهان عرب سینماگر کاملا متفاوتی بود. آزادی جعفر پناهی هم بخشیش مدیون جشنواره کن. بله دقیقا جعفر پناهی، یعنی این سینماگرانی که سینما رو فقط یک مدیوم برای انتقال یک پیام شادیاور یا غمگنانه نیست، بلکه وسیلهش برای طرح زندگی، وسیلهش برای طرح یک موضوع اساسی تو زندگی. حالا هر کدوم اینا به یه نوعی میتونیم بهش بپردازیم که جدای نادر از سیمین چه مسئله ای رو مطرح میکنه در جامعه ما که مورد توجه جامعه بین‌المللی هم قرار میگیره، یا سیب در چه جایگاهی قرار میگیره، یا فیلم جعفر پناهی چه مسئله ای رو مطرح میکنه که جامعه بین‌المللی یه دفعه توجهش جلب میشه و اونجور تجلیل میکنه و جایزه میده. در واقع میگم فرانسوی ها همیشه تو زمینه هنر یه ویژگی های خودش رو داشتن. من یادم هست که ارتباطمون با شاهین قطع شد، حالا من ادامه میدم. یادم هست که مجله کایدو سینما که منتشر میشد، حالا فرانسی که من نمیدونستم یا خیلی همون نمیدونستیم، ولی ترجمه مقالاتش که میمد تو ستاره سینما، مجله ماه نو فیلم مختار عزیزم که منم در اونجا کار میکردم، خیلی نوجوان بودیم 17-18 سالگی، خیلی برامون جالب بود. مثلا کایدو سینما راجب حجیر داریوش نوشته، نگاه کنیم اوه چقدر برامون با اهمیت بود. راجب شب قوزی فرخ غفاری در اون، راجب خانه سیاست فروغ نوشته. سینمای متفاوت، سینمایی که در این حال تو خود مملکت ما نمیگره، فروش نمیکرد، و ولی اونجا میرفت و خیلی جایگاه خاصی پیدا میکرد. این روشنفکری فرانسوی که باز شاید منشأش برگرده به انقلاب کبیر و اون فضایی که در اونجا ایجاد شده، این میاد و به اینجا میرسه که امروز این همه فیلمساز آمریکایی پا میشن میان. اتفاقا آقای شاهدیاتون یه فیلمی از اسم فیلم یادم رفته که آلپاچینو بازی میکرد، که درست اون تیم فیلمساز و اینا پا میشدن مدن فستیوال کن و اونجا جایزه میگرفتن، که آخرش خیلی جالب بود اون صحنه های آخر، فکر میکنم بعد از ظهر سگی، بعد از ظهر سگی نمیدونم، The Dog Day Afternoon، یادم نیست، فکر نمی کنم. این فیلم راجب یک کارگردان بود و فیلمساز و تهیه کننده و فیلمبردار و اینا که با هم میمدن به فستیوال کن با آلپاچینو؟ بله آلپاچینو بود که آخر که بله اون بعد از روز سگیر یادم، اون داستان سرقت بانک بود و بله. طرف که یک دوست آلپاچینو برای اون فقط توی کن و پدرخوانده تو کن عرض کردم. داستان فیلم این بود که هیئت فیلمساز میمدن تو کن برای اینکه اونجا شرکت کنن و جایزه هم میگرفتن. اون منظره و این عشقی که تو فیلم نشون میدادن که شرکت کردن در کن چقدر اهمیت داره، حالا من اسم فیلمو پیدا میکنم، رامین ما هم چون خود سینماگره حتما برام پیدا میکنه. یه داستان فوق العاده زیبایی بود اون داستان، و این شهر رو نشون میداد که چقدر برای یه آمریکایی فیلمساز اهمیت داره که فیلمش در فستیوال کن ظاهر بشه. امسال هم که دیدیم دیگه ماجرای خانم نیکول کیدمن و آقای تیم راف با فیلمشون جذاب، فیلم خوبی نیست، من ندیدم، من که نمیدونم چطور، حالا شما خبر دارید. بله بسیار ضعیفی، البته فیلم برداری و اینها خیلی خوبه، ولی شخصیت گریسکلی و اصول بله خیلی داست. تبلیغ کردم راجب این که چون فیلم راجب گریسکلی و پرنس رینر رو بازی کردن آقای تیم راف، هنرپیشه خیلی قویه، خیلی قویه. من فیلمایی که ازش دیدم همه فیلم ها، همون تیکه کوتاهی که تو پالپ فیکشن بازی میکرد، فیلم تورنتینو اصلا بی نظیب. حالا الان رامین تیکه از اون فیلم رو گذاشت که And peace will come when you embrace the roles you have been destined to play.
For no matter where you are, in years to come, they will continue to whisper your name. جالب این داستان گریس کلی. توی خاطرات اینجا و آنجا خوندم که وقتی پادشاه فقید ایران از ملک ثریا جدا شده بود، وقتی مسافرت میکرد افرادی رو بهش معرفی میکردن که شاید اونا در ته دلشون آرزو داشتن همسر پادشاه بشن، از جمله ظاهرا در امریکا ایشون گریس کلی و کیم نواک رو دیده بود و همینطور در ایتالیا یکی دو شاهزاده ایتالیایی رو که صحبت از این بود که شاید ازدواج بکنن. و عاقبت گریس کلی چی شد؟ امیر موناکو، دخترانی که هر کدومشون زندگیشون تراژدی شد و خودش که در یه تصادف از بین رفت، حالا داستان زندگیش رو به پرده میاره. خب آقای نوری‌زاده امسال 1800 فیلم به جشنواره کن آمده بود. عجب عجب. شما چیزی راجع به فیلم موریتانیایی ندیدید؟ نه خیر، برای اینکه همونطور که خدمتون گفتم برای انجام مصاحبه‌ها که دیدید و روزهای محدود، اصولا مشکل فیلم این بود که برای هر فیلم 2 یا 3 سئانس در سالن‌های مختلف بود و اگر از قبل اینها رو شما رزرو نکرده بودید، بله مشکل بود. و من چون برای انجام مصاحبه مثلا برای خانم رستمی باید به ساختمان رادیو تلویزیون بین‌المللی فرانسه می‌رفتم، یا برای خانومی که گفتم از ایران آمده بودند ترجیح داده بودیم در بیرون محوطه کن فیلم برداری کنیم، این آمد و شدها کار رو آسون نمی‌کرد. ضمن اینکه همونطور که به شما گفتم با عشق و علاقه‌ای که هر روزنامه‌نگاری میتونه به این جشنواره و جشنواره‌های دیگر داشته باشه، شما نمیتونید برید با 3-4 فیلم 5 فیلم. دقیقاً کاملا. این فیلم از این نظر میگم مهمه چون فیلمساز پدرش اهل مالی، مادرش اهل موریتانیا، و این قصه ربودن آدم‌ها توسط گروه امین مثل گروه بوکو حرام یا گروه توارق توی مالی و رفتاری که اینا با گروگان ها میکنن به عنوان مسلمانان انقلابی، از این نظر فیلم مورد توجه قرار گرفته. بله شارون استون هم گفت اصولا میگفتید جشنواره کن بسیار جشنواره سیاسیه، برای اینکه جشنواره بسیار انسانیه، وگرنه سلیقه خاصی اونجا درسته دیده نمیشه. بهترین فیلم های امریکایی جایزه گرفتن، بهترین فیلم های تفکر چپ سینمای ممنوعه ایتالیا و اسپانیا هم در دهه 60 و 70 اونجا جایزه گرفتم. ممنونم شاهید عزیزم، ما وقتمون تموم شد. من که سیر نمیشم وقتی با شاهید صحبت میکنم. انشالله به صورت منظمتری در هفته حداقل یه بار یا 2 هفته یه بار باید با هم صحبت کنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم رو به پروردگار عاشق می سپارم.